رومیان فصل دهم. ای برادران، آرزوی قلبی و استدعای من از درگاه خدا برای اسرائیل این است که ایشان نجات یابند. من می توانم شهادت بدهم که آنها نسبت به خدا با غیرت هستند، اما تعصب آنان از روی معرفت نیست، زیرا راهی را که خدا به وسیله آن انسان را در حضور خود عادل می شمارد نشناختند و کوشیدند راه خود را برای بدست آوردن عدالت درست کنند و به این دلیل تسلیم عدالت خدا نشدند، زیرا مسیح هدف و تمام کننده شریعت است برای هر که ایمان آورد و به این وسیله در حضور خدا عادل شمرده شود. در مورد آن عدالت که از شریعت به دست می آید موسی می نویسد: هر کی شریعت را به عمل آورد به وسیله آن زیست خواهد کرد. اما درباره عدالتی که از راه ایمان به دست می آید می گوید: در دل خود نگویید کیست که با آسمان سود کند تا مسیح را پایین آورد، یا کیست که به جهان زیرین فرو رود تا مسیح را باز از میان مردگان بیرون آورد. او می گوید کلام خدا، یعنی همان پیام ایمانی که ما اعلام می کنیم، نزدیک توست. آن در دهان و در قلب تو است. زیرا اگر با زبان خود اقرار کنی که عیسی خداوند است و در دل خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات می‌یابی. زیرا انسان با دل ایمان می‌آورد و عادل شمرده می‌شود و با زبان خود اقرار می‌کند و نجات می‌یابد. نوشته شده است: هر کی به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد. پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر یهودیان نیست، زیرا خدای واحد خداوند هم است و نسبت به همه کسانی که به او روی می آورند بی اندازه بخشنده است. زیرا هر کی به خداوند روی آورد نجات می یابد. اما اگر به او ایمان نیاورده اند چگونه می توانند به او روی آورند؟ و چگونه می توانند به کسی ایمان آورند که درباره او چیزی نشنیدند؟ و چگونه می توانند بدون حضور کسی که آن پیام را اعلام کند چیزی بشنوند؟ و آنها چگونه می توانند پیام را اعلام کنند اگر برای این کار فرستاده نشده باشند؟ چنان که نوشته شده است: چی خوش است قدمای کسانی که بشارت می دهند. اما همه آن بشارت را نپذیرفتند، زیرا خود اشیا می فرماید: خداوندا کی پیام ما را باور کرده است؟ پس ایمان از شنیدن پیام پدید می آید و پیام ما مسیح است. اما می پرسم آیا ممکن است که آنها پیام را نشنیده باشند؟ البته شنیدند، زیرا صدای ایشان به سر تا سر جهان و سخن آنها به دور افتاده ترین نقاط دنیا رسیده است. باز می پرسم آیا قوم اسرائیل این را نمی دانست؟ پیش از همه موسی می گوید: من به وسیله کسانی که حتی قوم به شمار نمی آیند حسادت شما را برمی انگیزم و توسط قوم نادان شما را به خشم خواهم آورد. و اشیا با جرأت بیشتر می گوید: کسان مرا یافتند که طالب من نبودند و خود را به کسان ظاهر ساختم که جویای من نبودند. اما درباره قوم اسرائیل می گوید: تمام روز با آغوش باز منتظر بازگشت این قوم نافرمان و سرکش هستم.